بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه سلسله نشست‌های صهیونیسم از شبکه نصر تیوی. از اینکه در خدمتتون هستیم خداوند متعال رو شاکریم و بسیار خوشحال. اگر خاطر شریفتون باشه، ما جلسه قبل در مورد شخصیت معتمعت صحبت کردیم که در تورات ذکر شده، متاسفانه این بخش رو ترجمه نکردن و به جاش کلمه دیگری گذاشتن با شیطنت فراوان. همین الان شما میتونید رجوع بکنید به سایت هایی که کتاب مقدس رو نقل کردن، باب 17 آیه 22 رو ببینید. و اشاره شده که از معتمعت بعد از او 12 امام خواهند بود و اونها همان وعده الهی به حضرت ابراهیم که از طریق اسماعیل تحقق پیدا خواهد کرد، که اون وعده در واقع چیز این که اولاد او رو زیاد خواهد کرد، امتی عظیم به وجود بیاره، اونها رو کثیر بکنه و برکت رو در وجود اونها قرار بده. این عین آیه شماره 22 باب 17 کتاب پیدایشه. خب و عرض کردیم که این تفکر بسیار بسیار با تفکر شیعه که یک شاخه از اسلام هستش تطابق بسیار بسیار زیادی داره و اونها معتقد به آمدن پیامبری هستن به نام محمد و 12 امام که اولین اونها علی و آخرین اونها نامش دوباره محمده. یعنی ما در این عقیده دو تا محمد داریم، یک محمد که پیامبر هست میشناسید، دومی محمدی است که به همراه عیسی علیه السلام ظهور خواهد کرد، به همراه عیسی مسیح با هم دیگه ظهور خواهند کرد و آخر الزمانی که خیلی ها بهش معتقدند، مخصوصا کسانی که دین مدار هستند، رقم خواهند زد. در موردی که این دوتا محمد آیا در کتاب‌های دینی عهد عتیق و عهد جدید، یعنی در بایبل بهشون اشاره شده یا نه، من صحبت خواهم کرد. حالا علل خصوص در عهد جدید در اناجیل، علل خصوص مخصوصا انجیل یوحنا. اما حالا ادامه بدیم. سوالی که اینجا پیش میاد این که آیا واقعا بالاخره اسماعیل ذبیح الله بود که قرارش بود قربانی بشه، و یا اینکه اسحاق، چون یهودیان میگن اسحاقن و تورات رو اینجوری نشون میدن، آیاتی دارن که میگن اسحاق بود که رفت، و مسلمان ها معتقدن بنا بر دلایلی که دارن میگن شما تحریف کردید به خاطر اینکه خودتون اون نسب عالی جا بزنید و نتونستید ببینید که خدا از فرزندان یک زن کنیز بخواد کسی رو به وجود بیاره و اون وعده الهی رو تحقق ببخشه، شما ناراحت شدید، اسحاق رو آوردید جایگزین کردید با اسماعیل، یعنی فقط اسم رو عوض کردن. خب ما ببینیم چقدر این بحث صحت داره. من رجوع میکنم به باب 22 آیه 9 تا 13. خوب دقت بفرمایید، نکته خیلی جالبی داره. و چون بدان مکانی که خدا به دو فرموده بود رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را بر هم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح نهاد. میگه اسحاق را بسته، مسلمان ها میگن شما به جای اسماعیل اسحاق را گذاشتید. و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذب نماید. یک نکته خوب دقت بفرمایید، ما میدانیم که اینجا نمیگه ابرام، میگه چی؟ ابراهیم. این نکته خیلی اساسی است و اینو باید دقت بکنیم. همون بحثی بود که من در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که این ه کی به نام پیامبر خدا ابراهیم اضافه شد، این مد نظرتون باشید. ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خود را ذب نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر در مکن و بدون هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا میترسی. خدا میگه من خواستم آزمایشت کنم ببینم واقعا حاضری این همه در آرزوی فرزند بودی اون رو در راه من ببخشی. فهمیدیم که تو واقعا خدا میترسی و حرف خدا گوش میدی. الان دانستم که تو از خدا میترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. نکته همینجا بود، پسر یگانه، یعنی خداوند متعال رسما میگه تو تک پسر تو در راه من میخواست قربانی کنی، در حالی که همه میدانند و تورات تصریح کرده به هیچ وجه نمیشه جای این حقیقت رو گرفت که اسماعیل 13 سال از اسحاق بزرگتره. اگر اسحاق ذبیح الله و قربانی بزرگ اوست، چرا میگه پسر یگانه؟ چون با بود آمدن اسحاق دیگه پسر یگانه نیست، چون قبلش پسر دیگری هم داشته و خدا به هاجر گفت نترس، این پسر تو برکت خواهد یافت. به حضرت ابراهیم هم گفت در خصوص اسماعیل اجابتش کردم
و این پسر حذف شدنی نیست. اینجا میگه پسر یگانه، پس این پسر در واقع کی بوده؟ اسماعیل بوده. و اینها اومدن چیکار کردن؟ با یک تحریف با ه رو اضافه کردن به ابرام که با بقیه جاها هم خوانی نداره، و اینکه به جای اسحاق به جای اسماعیل اسحاق رو گذاشتند. خب آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرد، دید اینک قوچی در عقب وی در بیشه به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت قوچ را گرفته و آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختن گذارد. خب اینجا بس نشون میده که اون پسر یگانه حضرت اسماعیله، چون اون تک فرزند بوده. حالا نکته دیگه که بعد مد نظر شما باشه اینه، یهودیان اومدن گفتن نخیر، چون اسماعیل از زنی کنیز به دنیا آمده و اسحاق از سارا که خانوم بوده کنیز نبوده به دنیا آمده، او اسماعیل اصلا پسر حساب نمیشه چون فرزند کنیزه. در واقع با همچین استدلالی اینها خودشون رو بیچاره تر میکنن. چرا؟ چون بنابر تاریخ کتاب مقدس و خود کتاب مقدس، چهار پسر از پسران حضرت یعقوب که در واقع یک سوم از کل بنی اسرائیل و از اسبات دوازدهگانه هستند، فرزندان کنیزن: دان، نفتالی، جاد، اشیر. چهار فرزند حضرت یعقوبن که همگی از کنیز زاده شدن. و حتی شمشون که از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ بنی اسرائیله و انگام تولدش توسط روح القدس تایید شده و از پیامبران بنی اسرائیل، از نسل دانه، یعنی از نسل کنیز پیامبر رو وجود میاد. و واقعا خیلی نجات پرستان است. اون یک زنه، او حق داره، همون قدر از همسرش سهم داره که همسر دیگه داره. و دیدید که اثبات شد با بخشای مختلف کتاب مقدس که اون وعده در مورد اسماعیله و اسماعیل قربانی بود و از او محمد و 12 امام پدید خواهند آمد، این اتفاقی که سالها بعد دقیقا به وقوع پیوست. خب نکته دیگری رو عرض بکنیم خدمت شما بینندگان عزیز. آیا موسی، این که در مورد حضرت ابراهیم بود، آیا موسی علیه السلام، پروفت موسی، به آمدن پیامبر محمد اشاره داشته یا نه؟ ادعای وجود داره. کتاب تثنیه باب 18 آیه 16 17 18 و 19 رو مطالعه بفرمایید. علل خصوص من آیه 18 و 19 مد نظرمه. و خداوند به من گفت: آنچه گفتند نیکو گفتند، نبی را، پیغمبری را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. اشاره میکنه که خدا پیامبری شبیه به حضرت موسی میخواد بیاره از میان برادران بنی اسرائیل. نکته، بنی اسرائیل یعنی 12 برادر، فرزندان اونها. میگه از میان برادران اینها، نمیگه از خود اینها، دقت بفرمایید. پس این فردی است که از بنی اسرائیل نیست اما با اینا برادره. چطور میتونه برادر باشه؟ دقت فرمودید، میگه برادران شان، نمیگه برادران تان. چرا؟ چون خطاب وحی حضرت موسی همه 12 سبت بودن. حضرت موسی پیغمبر یه سبت که نیست، برای همه 12 گروه اومد. گفت خدا به من گفته از میان برادران اینها یک پیامبری میارم که شبیه به حضرت موسی است. عجب. خب اگر بنی اسرائیل نباشن برادر کی باقی میمونه؟ فقط و فقط یک جا، از میان برادران ایشان فقط و فقط میماند اسماعیل، یعنی از فرزندان اسماعیل باشه. چرا؟ چون اسماعیل با اینها برادر و پسر عمو در واقع حساب میشن، چون از پدر یکی هستند. نکته دیگه که مد نظر ما باید باشه اینه که حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل برادرن با هم، و حتی با هم حضرت ابراهیم رو دفن میکنن. تورات میگه، میگه با هم دفن کردن حضرت ابراهیم رو. خب از میان برادران بنی اسرائیل، نه از میان خودشان. چون خیلی از مسیحا گفتن منظور عیساست که از سبط یهودا آمده و یهودا یکی از برادرانه. ما نمیگیم یکی از برادران نیست یهودا. حضرت مریم مادر حضرت عیسی از نسل یهوداست، اما اون میشه برادران خودتون. میگه برادران ایشان، یعنی همه بنی اسرائیل رو یک جا در نظر بگیر، چون خطاب وحی به 12 سبطه، از بین برادران اونها در کنار. این پیغمبر مثل حضرت موسی باید باشه. ما میدونیم حضرت عیسی و موسی کمترین شباهت رو با هم دارن، در حالی که پروفت محمد و حضرت محمد بیشترین شباهت رو به موسی داره. دلایل برای شما بیاریم. نکته سوم میگه که
شباهت های زیادی که بذات محمد داره اون به کنار. نکته دوم بود. نکته سوم که میگه کلام خود را به دهان او خواهم گذاشت، یعنی او حرفی که میزنه عیناً حرف خداست، حرف پیامبر، حرف خداست. و این ما عیناً در قرآن داریم، ما سوره هایی در قرآن داریم و آیاتی در قرآن داریم که با قول شروع میشه. قول سی بگو. جالب اینجاست که این کلام خداست که به جبرائیل میگه که بگو، و جبرائیل امین وحیه، او هم به پیامبر میگه بگو، و پیامبر حتی با اینکه قاعدتا ما به خودمون میگیم بگو رو باید حذف بکنیم، اینقدر امانت داره در وحی که همان بگو رو هم انتقال میده. ما آیاتی در قرآن داریم که با بگو شروع میشه، قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. در واقع انگار خدا به پیامبر میگه بگو، به مردم بگو که خدا یکتاست، اما پیامبر همون بگو رو هم خیانت نمیکنه، عین کلام رو چیکار میکنه؟ نقل میکنه و انتقال میده. شباهت های زیادی هم پیامبر با حضرت موسی داره و این شباهت ها بیش از هر پیامبر دیگه. هر دو مهاجرت میکنن برای پیامبریش، برای اینکه بدن کارشون موفق بشه، برای اینکه بتونن حکومت تشکیل بدن. حضرت موسی از مصر به سرزمین مقدس و حضرت پیامبر از مکه در نزدیکی جبل فاران به منطقه تیمان مدینه، منطقه در شمال مدینه، واحی مدینه. دو، هر دو از شمشیر استفاده میکنن، در حالی که میدونیم حضرت عیسی مهاجرت نداره و از شمشیر هم استفاده نمیکنه. هر دو آزمون های مشترک دارن. از قوم حضرت موسی آزمون اقتصادی گرفته شد، خدا یه غذای واحد براشون میفرستاد، چند مدت اینا زده شدن، آزمون اقتصادی ازشون گرفت. از پیامبر هم آزمون اقتصادی گرفت، اونها 3 سال در شعب ابی طالب در تنگنای اقتصادی و محاصره اقتصادی بودند. ازشون آزمون جهاد گرفت، حضرت موسی گفت بجنگید وارد سرزمین مقدس بشید، اونها نرفتن. از پیامبر هم آزمون جهاد و آزمون نظامی گرفت و میدونیم که بدر، احد، خندق جنگ هایی بود که بر پیامبر تحمیل شد از سمت مشرکین. خیلی ها فکر میکنن پیامبر این جنگ ها رو انداخته، خوبه بدونید تمام این جنگ های پیامبر تدافعی بوده و دفاعی بوده، یعنی اونها اول حمله کردن و پیامبر خودش دفاع کرده. مورد بعدی مرگ در بستر بوده. اصلا من میدونم حضرت عیسی جنگ نداشته، این نکته رو عرض بکنم. مورد بعدی مرگ در بستر بوده. پیامبر و حضرت موسی طبیعی در بستر میمیرن، رحلت میکنن، اما حضرت عیسی آنطور که اینها خودشون میگن طبیعی نیست مرگش، یعنی اینکه البته مسلمان ها معتقد نیستن که او به شهادت رسیده، بلکه میگن وقتی میخواستن به صلیب بکشنش به آسمان عروج کرد. حالا به هر حال اون یعنی نمرده، پس اینجا هم یا حتی که به صلیب کشیده شده، پس باز هم شباهت نداره. حضرت موسی و حضرت محمد صاحب دینن، صاحب شریعتن، اما حضرت عیسی دینی ارائه نکرد، همون حرفای تورات رو تایید کرد. بعد خدمت شما عرض بکنم یک سری نکاتی رو که اونها تحریف کرده بودن به خاخام‌ها گوش زد کرد، دین جدیدی به هیچ وجه نیاورد. هر دو هارونی دارند و هارون شخصیتی است که کمک میکنه به پیامبر حضرت موسی. و جالب پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسما به حضرت علی امام اول، از اون 12 امامی که عرض کردم خدمتون، میگه تو برای من مثل هارون هستی. و شباهت های بسیار بسیار زیادی بین هارون و امام علی هستش که یک جلسه کاملا مجزا و مفصلی رو میطلبه، باید اونجا بحث بکنیم. نکته خیلی خیلی جالبی وجود داره، من حالا نمیدونم این رو تو این جلسه اعلام بکنم یا جلسه بعد، حالا بذارید شاید این جلسه بگم بهتر باشه، بخوایم برای جلسه بعد شاید ما عمرمون کفاف نده. اون پیغمبری که منتظرش هستند یه سری ویژگی ها داره، دقت بفرمایید. کتاب تثنیه باب 33 آیه 1-4، و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داده، یعنی خبر داده. دفعه قبلا در باب 18 ما دیدیم که خبر داده بود حضرت موسی، گفت یهوه از سینا آمده. ما میدونیم پس اول از کجا آمده، دقت بفرمایید، اول از سینا آمده، بعد از سائیر بر ایشان طلوع می نماید، بعد در کنار کوه سائیر طلوع می کنه، یعنی از سینا میاد در سائیر طلوع می کنه، و از جبل فاران درخشان گردید و در کنار کوه فاران یا پاران می درخشه، و با کرورها مقدسین آمد و با 10,000 افراد مقدس وارد آنجا شد. خب این بسیار بسیار شبیه به حقیقت وحیه. اولین دین یهودیت،
از کجا وحی در کوه سینا نازل شد؟ بعد از اون سائیر، حضرت عیسی. جالبه بدونید سائیر روستایی در نزدیکی اورشلیمه که حضرت عیسی در اونجا وحی میگیره. و سوم فاران. فاران کجاست؟ همان جایی که اسماعیل و فرزندانش اونجا بودن. این رو من نمیگم، این رو کتاب پیدایش باب 21 میگه، آیه 21 میگه. یعنی وحی اول سینا، سائیر، پاران. پاران کجاست؟ همان سرزمینی که اسماعیل و فرزندانش بودن. و همه میدانن پرافت محمد، پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نسل حضرت اسماعیله. بخونم برای شما. خداوند از آسمان هاجر را ندا کرده، باب 21 آیه 17 تا 21. خداوند از آسمان هاجر را ندا کرده و وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود آورم. به هاجر داره میگه، منظور اسماعیل دیگه، فرزند اوست. و خدا چشمان او را باز کرده تا چاه آب دید. پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشاند. خوب بدونید اون چاه همان چشمه ایست که امروز در مکه وجود داره و مکه در کنار کوه فارانه، کوه پاران. و به اون چشمه میگن زمزم. زمزم به زبان عبری یعنی بیست بیست. وقتی هاجر فرزندش رو ول کرد به دنبال آب میگشت در بیابان، دید آب از زیر پاهای بچهش میجوشه، ترسید، گفت بیست، استاپ استاپ، بیست بیست، زم زم. این نام اون چشمه شده. و خداوند چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید، پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشاند. و خداوند با هم پسر بود و اون نمیل کرده، ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ شد و در صحرای فاران ساکن شد. رسماً آیه تورات میگه در صحرای فاران ساکن شد. و از اون طرف ما بر کتاب تثنیه باب 33 عرض کردیم وحی از سینا برمی آید، در جبل در کنار کوه سائیر طلوع می کند و در جبل فاران، در کنار کوه فاران می درخشد. یعنی عین یک خورشیدی است که آرام برمی آید، طلوع می کند و اوج قدرتش در زمانی است که در کنار جبل فاران قرار می گیرد. این نکته بسیار بسیار جالبه. اما ببینیم خاخام ها با این رو چطور جواب میدن. انشالله جواب خاخام ها رو در برنامه بعدی خواهیم دید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.